سلام به همه دوستان، به کانال فیلم باز خوش اومدین. صبح جمعتون بخیر و امروز هم طبق روال هر هفته قرار بریم سراغ اخبار سینما. از جدیدترین فیلمایی که میان بگیر تا خبرای جدیدی که از سلبریتی‌ها بوده. مثل هر هفته هم وقت و طرف نمی‌کنیم و میریم سراغ کارمون. اولین و مهمترین خبر هفته مربوط میشه به اعتصابات که بالاخره بعد از 118 روز اعتصاب بازیگرا به پایان رسیدش. شرکت‌های فیلمسازی با بازیگرا به توافق 3 ساله رسیدن. این قرارداد 3 ساله یک ارزش 1 میلیارد دلاری داره و شامل تمام مواردی میشه که بازیگرا بهش اعتراض داشتن، مثل بیمه بازنشستگی، همینجور سهمی از سود استریم ها میخواستن بازیگرا. یادتون باشه مثلا آرون پال میگفتش که برای سریال بریکینگ بد حتی 1 دلار هم بهش ندادن از وقتی که روی استریم ها داره پخش میشه. همینجور بازیگران سیاه لشکر هم قراره دستمزد متناسب بگیرن با بازیگرهای خود سریال. یادتون باشه بازیگرای سیاه لشکر میمدن فیشای حقوقیشون رو نشون میدادن که دریافتیشون برای چند اپیزود سریال بود 1 دلار، که حالا دیگه با این قرارداد این مشکلات تقریبا برطرف شد. حالا با تمام شدن اعتصابات بازیگرای فیلم‌ها و سریال‌ها از هفته بعدی میرن سر کارشون. مثلا سریال پنگوئن، همینجور استرنجر تینگز، همینجور فیلم گرادیاتور 2، ددپول 3 و ونوم 3 از هفته آینده فیلمبرداریشون دوباره از سر گرفته میشه. خبر بعدی مربوط میشه به خاکسپاری متیو پری. خاکسپاری متیو پری توی مراسم خصوصی انجام شد و افراد فقط خیلی نزدیک توی مراسم حضور داشتن. بازیگرای سریال فرنس هم همشون توی مراسم بودن. گفته شده که طبق وصیت‌نامه خود متیو پری یه بنیاد خیریه به نام بنیاد متیو پری ساخته میشه که کارش اینه که به افراد معتاد کمک میکنه. خود متیو پری توی مصاحبه‌اش گفته بود که دوست داره بعد از مرگش دیگه فقط به عنوان بازیگر سریال فرنس کسی ازش یاد نکنه و می‌خواسته که بنیادی به نامش ساخته بشه تا به عنوان کسی که به دیگران هم کمک میکنه بشناسنش. همین که گفته شدش که پارسال متیو پری قصد داشته که فیلم زندگی نامه خودش رو بسازه، حتی فیلم نامه این فیلم رو هم خودش نوشته بوده، قصد داشته که زک افرون نقشش رو بازی بکنه، ولی این بازیگر این نقش رو رد کرده بوده. برای همین دیگه متیو پری کلا بیخیال شده بوده. اگه یادتون باشه خیلی سال پیش متیو پری و زک افرون با هم دیگه هم بازی بودن توی فیلم دوباره 17 که اتفاقا توی اون فیلم زک افرون نقش جوونیای متیو پری رو بازی میکرد. حالا گفته میشه که خیلی از کمپانی‌ها الان دنبال این هستن که این فیلم رو بخرن و حق ساخت این فیلم رو به دست بیارن. خبر بعدی مربوط میشه به انیمه اتکان تایتان که بالاخره بعد از 10 سال به پایان رسیدش و توی هفته گذشته این سریال تبدیل شده به پربحث‌ترین سریال شبکه‌های اجتماعی و همین که چون اپیزود آخرش یه مقداری پیچیده بودش، پر شده بود توی اینترنت از تئوری‌های متفاوت، همینجور فکت‌های خیلی عجیب و غریبی از این سریال پخش شده بود. خیلی‌ها نقد می‌کردن به پایانش، میگفتن پایان ضعیفی داشته، خیلی هم راضی بودن و حالا تو هفته گذشته هم این خبر اومدش که کمپانی برادران وارنر قصد داره یه لایو اکشن از انیمه اتکان تایتان بسازه. یکی از گزینه‌های ساخت این لایو اکشن کارگردان فیلم فلش بود که این کارگردان به خاطر پر بودن برنامه کاریش فعلا از این پروژه خارج شده و هنوز کارگردان این لایو اکشن انتخاب نکرده. بعد تو هفته بعدی صبر کنیم ببینیم که چه کسی رو انتخاب می‌کنه. اگرم دوست دارید تفسیر پایان انیمه اتکان تایتان رو هم ببینید، دیروز توی کانال منتشرش کردم، میتونید از لینک بالا تماشا کنید. حالا که خبر از برادران وارنر گفتیم، بذارید یه خبرم بگیم از کریستوفر نولان که این کارگردان اعلام کرده که قرار دوباره با کمپانی برادران وارنر همکاری کنه. کریستوفر نولان گفته که پیشنهاداتی که برادران وارنر داره من میده بسیار دلگرم کننده است و گفته که این کمپانی من قول داده که همکاری کامل من داشته باشه. برای من خیلی مهمه که هر پروژه‌ای که من تو دست خودم میگیرم کنترل کامل روی پروژه داشته باشم، طوری که تمام مالکیت اون در اختیار من باشه. و گفته من شاید برای ساخت یک پروژه ایده های متفاوت از جاهای متفاوتی بیارم، ولی فیلمبرداری و فیلمنامه نویسی کاملا بدون دخالت هر کسی و توسط من باید انجام بشه. یعنی خلاصه حرفش اینه به من پول بدید، امکاناتم بدید، برم فیلمام بسازم، دیگه هر کاری هم دلم بخواد میکنم. و ظاهرا کمپانی برادران وارنر هم با این شرایط موافقت کرده. این رو هم بگم که استودیوی یونیورسال که فیلم اوپنهایمر رو تهیه کرده، این فیلم رو در 14 بخش متفاوت به آکادمی اسکار معرفی کرده تا در این مراسم شرکت بکنه، از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر مرد و بهترین بازیگر مرد مکمل. خبر بعدی مربوط میشه مارول و دیزنی. اول از همه بریم سراغ فیلم د مارولز که بری لارسون تو این فیلم بازی میکنه. این فیلم تو هفته گذشته برای منتقدین اکران شد و همونجور که انتظار میرفت باز هم یک اثر ضعیف از این استودیو. این فیلم انقدر بد بود که بعضی از منتقدین نوشتن این فیلم هدر رفت زمان و پول بوده و با ندیدنش هیچی از دست نمیدید. تنها سکانس خوبش رو هم سکانس پس از تیتراژ فیلم اعلام کردن. این فیلم نمره راتن تومیتوزش شد 59، از متا هم نمره 51 گرفت. کارشناسای حوزه سرگرمی پیش بینی میکنن که این فیلم یک شکست تجاری
تجاری تمام عیار بشه و از دو فیلم شکست خورده دی سی یعنی فلش و بلک آدم هم کمتر بفروشه، چون این فیلم بودجش 275 میلیون دلار بوده و چهارمین فیلم پرهزینه تاریخ مارول. خبر دیگه از این کمپانی مربوط میشه به سریال اکو. تو این سریال چارلی کاکس بازی میکنه و این سریال به خاطر خشونت و کلمات رکیکی که داره تبدیل شده به اولین سریال دنیای مارول که رده سنی بزرگسالان داره. داستان سریال در تو شخصیت اکو، اولین ابرقهرمان ناشنوای دنیای مارول. جالب اینه که توی این سریال شخصیت اکو نقش منفیه و سریال قراره نشون بده که چجوری این شخصیت یواش یواش به یک شخصیت مثبت تبدیل میشه. تمام قسمت این سریال 20 دیماه یه جا پخش میشه روی دیزنی پلاس. خبر دیگه مربوط میشه به استریم هولو که زیرمجموعه همین کمپانی دیزنی محسوب میشه. این استریم اعلام کردش که قراره یه سریال جدید از داستان فرار از زندان بسازه. این سریال میشه زیرمجموعه سریال اصلی، یعنی جورای اسپیناف محسوب میشه و شخصیت‌های قبلی بر نمیگردن. داستان هول محور شخصیت‌های جدید کلن ولی توی همون دنیاست. هم که تو هفته گذشته یه تریلر جدید منتشر شد از ساخت جدید این استریم که یه مینی سریال حماسی جنگی ژاپنیه، اسمش از شوگان. کلن هم 10 قسمت بیشتر نیست و نویسنده فیلم تاپگان خالق این سریاله. داستانش هم در رابطه با یه پادشاه ژاپنیه که داره مخالفان خودش که شورش کردن میجنگه و بعد یه کشتی غربی توی سواحل این کشور پهلو میگیره که این کشتی یه باری داره که میتونه سرنوشت جنگو به نفع یک کدوم از این دو طرف تغییر بده. خبر بعدی مربوط میشه به HBO. رئیس این شبکه رسماً اعلام کردش که بازم چند تا اسپیناف جدید از سریال بازی تاج و تخت یواش یواش دارن چراغ سبز میگیرن. مهمترینش که تو هفته گذشته چراغ سبز گرفت کامل سریال The Night of the Seven Kingdoms یا همون شوالیه 7 پادشاهی. این سریال از نظر داستانی پیش درآمد سریال اصلی گیم اف ترونز محسوب میشه و فیلم برداریش قراره چند ماه دیگه شروع بشه و سال 2025 هم پخش میشه. اتفاقات این داستان 90 سال قبل از بازی تاج و تخت اتفاق میفته. داستانش در تو شخصیتی که بهش میگفتن سر دانکن بلند قامت که همسفر میشه با اگان تارگریان پنجم که اون موقع خیلی جوان بوده و توی سفرشون ماجراجویی های متفاوتی خواهند داشت. خبر دیگه در رابطه همین اسپیناف های گیم اف ترونز مربوط میشه به سریال جان اسنو که رئیس اچ پی او اعلام کردش فعلا چراغ سبز نگرفته، فعلا هم امیدی بهش نیست. سریال جان اسنو قرار بود دنباله سریال اصلی باشه و اتفاقات بعد از فصل 8 گیم اف ترونز رو قرار بود به تصویر بکشه. رئیس این شبکه گفتش که ما فقط روی داستان های سرمایه‌گذاری می‌کنیم که ارزش گفتن داشته باشه، یه داستان هیجان انگیز داشته باشه که طرفدارو دوست داشته باشن، ولی تا اینجا پیشنهادایی که برای سریال جان اسنو داده شده چیز خاصی نیست. کسی که پیگیره که این سریال ساخته بشه خود کیت هرینگتون، اصلا ایده اولیه این سریال رو هم همین بازیگر داده. حالا باید صبر کنیم ببینیم میتونه پیشنهادات بهتری به اچ پی او بده یا نه، ولی اون چیزی که مشخصه توی سال 2025 ممکنه حتی 3 تا اسپیناف متفاوت از دنیای وستروس ساخته بشه و همین که اچ پی او هم رسما اعلام کردش که یوفوریا و لاست اوف اس هم هر جفتشون سال 2025 منتشر میشن. خبر بعدی مربوط میشه به کمپانی پارامونت. این شرکت اعلام کردش که بخش دوم سریال یلو استون قرار آبان سال 1403 منتشر بشه. گفتن که از همین الان دارن با کوین کاستنر مذاکره میکنن که شاید برای فصل آخر برگرد. ایاتون باشه پارسال تهیه کننده های سریال با کاستنر درگیر شدن و باعث شدن که سریال دو بخش بشه و فیلم برداری کامل نشد. حالا دارن مذاکره میکنن که مشکلاتشون رو برطرف کنن. همین که گفته شده که از این سریال قرار دو تا اسپیناف ساخته بشه. اسم یکی از اسپیناف ها هستش 1944، یکی دیگه شون اسمش هست 2024. توی این سریال 2024 متیو مکانی بازیگر نقش اصلیه و ممکنه که بازیگرای اصلی سریال یلوستون هم به این اسپیناف اضافه بشن. خبر بعدی مربوط میشه به نتفلیکس که تو هفته گذشته یه عالمه خبر ازش بود، اون تو همشو این خبرای یه خطی بودن. یادتون باشه تو هفته گذشته گفتیم که قراره فیلم اسکارفیس رو بازسازی بکنن که همین خودش باعث کلی نقد منفی شده بود که نتفلیکس اگه قرار باشه همچین فیلم کلاسیکی رو بسازه اون رو خرابش میکنه و حالا تو هفته گذشته خبر اومدش که این پروژه متوقف شده. قرار بودش که کارگردان فیلم کال می با یور نیم این فیلم اسکارفیس رو بازسازی بکنه، ولی به خاطر شلوغ بودن برنامه‌های این کارگردان این پروژهش لغو شده و فعلا دیگه قرار نیستش بسازن. خبر دیگه از نتفلیکس مربوط میشه به این که قرار هر 10 قسمت سریال لایو اکشنی آواتار 22 فوریه 2024 یا همون 3 اسفند ما از نتفلیکس پخش بشه. این لایو اکشن تقریبا انتشارش یه سال به تاخیر خورده بود. تو همین چند وقت پیشم تاریخ انتشارش نامشخص بود، ولی با موفقیت‌های وان پیس تاریخ انتشار رو انداختن جلو. حالا باید ببینیم که آیا میتونه به موفقیت‌های وان پیس برسه یا نه. خبر دیگه از نتفلیکس مربوط میشه به ساخته جدید زک اسنایدر، یعنی فیلم ربل مون، که گفته میشه نتفلیکس قراره یک انیمیشن سریالی از همین داستان ربل مون بسازه. تا اینجای کار قراره یه بازی کامپیوتری، یک کتاب مصور هم از این فیلمی که هنوز اکران نشده بسازن. خبر دیگه از نتفلیکس مربوط میشه به سریال استرنجر تینگز که گفته میشه قراره اواخر سال 2025
5 پخش شروع بشه. گفته میشه با اینکه 3 سال از فیلم برداری فصل قبلی گذشته، بازیگرای اصلی همشون رشد کردن، چهره‌هاشون خیلی تغییر کرده. ولی گفتن که بازم قرار نیستش که با هوش مصنوعی و جلوه‌های ویژه برای جوانسازی صورت این بازیگرا استفاده بشه و با همون ظاهر قراره توی فصل جدید حضور پیدا کنن. نتفلیکس اعلام کرده که قسمت سوم فیلم الونا هولمز هم دوباره با بازی میلی بابی براون قراره بسازه. هنری کاویل هم دوباره توی این قسمت حضور داره. مرحله پیش توریدش از همین الان شروع شده. همین که این کمپانی اعلام کردش که فصل دوم سریال انیمیشنی آرکین قراره توی نوامبر 2024 یا آبان سال 1403 پخش بشه. یعنی فاصله بین فصل اول و دوم 3 سال تمام شدهش. خبر آخر از نتفلیکس مربوط میشه به شروع مراحل پیش تولید فیلم نارنیا که یه بازسازی از اون سگانه اصلی و کارگردانش هم گرتا گربیکه، یعنی همون کارگردان فیلم باربی. هنوز مشخص نکردن که فیلم برداری کی شروع میکنن، فقط گفتن که به‌زودی فیلم برداری هم شروع میشه و به‌زودی هم نتفلیکس از بازیگرای اصلی این سگانه رونمایی میکنه. خبر بعدی مربوط میشه به دنیای سلبریتی‌ها. توی هفته گذشته جیم کری اعلام کردش که رسما دوباره به دنیای سینما برمیگرده. جیم کری همین 2 سال پیش گفته بود دیگه قرار نیستش توی فیلم بازی کنم و کلا خدافظی کرد، ولی 2 سال نشده دوباره یه قرارداد جدید بستش. توی فیلم جدید جیم کری نقش مرد میانسالی رو بازی میکنه که توسط همسر و دخترش به زور میفرستنش یه اردوگاه تابستونی. حالا توی این اردو این آدم وسط جنگل گم میشه و وسط جنگل با یه موجود عجیب و غریب روبرو میشه. این موجود هم اونو راهنمایی میکنه به یه گنج پنهان شده و نفرین شده. خبر بعدی از سلبریتی‌ها مربوط میشه به تارانتینو که اعلام کردش که کلا قبل از اینکه اصلا اعتصابات شروع بشه یه نقش جدید از فیلمشو به لئوناردو دیکاپریو پیشنهاد داده و حالا با تموم شدن اعتصابات دیگه منتظریم که به شکل رسمی این خبر تایید بشه. هفته‌های گذشته هم گفته شده بود که جان تراولتا و ساموئل ال جکسون و کرت راسل بازیگرای دیگه این فیلمه. خبر دیگه از سلبریتی‌ها مربوط میشه به آلپاچینو که تو هفته گذشته حسابی نقره داغ شدش. دادگاه حضانت بچه آلپاچینو و دوست دخترش برگزار شد و طی این دادگاه آلپاچینوی 82 ساله محکوم به پرداخت نفقه ماهیانه 154,000 دلاری شدش، یعنی ماهی تقریبا 8 میلیارد. این پول قراره به دوست دختر 29 سالش پرداخته بشه و قراره این خانم پسر آلپاچینو رو بزرگ بکنه. از این رقم 110,000 دلار اختصاصی خرجی خود این خانم محسوب میشه. همین که سالیانه هم آلپاچینو 15,000 دلار باید پرداخت کنه برای تحصیل پسرش. دلیل اینکه انقدر این رقم سنگینه به خاطر اینکه این نفقه ها رو بر اساس ثروت پدر بچه‌ها مشخص میکنن و چون آلپاچینو بسیار ثروتمنده به خاطر همین انقدر نفقه سنگین بسته شده. خبر دیگه از سلبریتی‌ها مربوط میشه به جک نیکلسون که یکی از دوستانش اعلام کرده که همیشه برای این بازیگر نقش جدید پیشنهاد داده میشه ولی چند ساله که تمام نقش‌ها رو رد میکنه. دلیلش هم این گفته که علاقه دیگه بازی کردن نداره. گفته که دوست داره که تا آخر عمرش بشینه و فقط زیر درخت کتاب بخونه. جک نیکلسون چند وقت قبل دچار بیماری زوال عقل شده بود و الان گفته میشه که دکترها تونستن بیماری رو کنترل کنن و دیگه بیماری در حال توسعه نیستش و جک نیکلسون به شرایط پایداری رسیده. خبر بعدی مربوط میشه به آنجلینا جولی، البته بیشتر پدر آنجلینا جولی. تو هفته گذشته این آدم یه ویدیو از خودش منتشر کرد و از دخترش به خاطر حمایت از کودکان فلسطینی شاکی شدش. چیزی که تو ویدیو بود این بود، گفتش که آنجلینا بی خداست و گفته که تنها با کشته شدن فلسطینی‌ها که عدالت برای فرزندان یهود برقرار میشه. میگه اونجا سرزمین خداست و برای یهودیاست و نباید از فلسطینی‌ها دفاع کرد. آنجلینا جولی توی روزهای اخیر بارها از کودکان فلسطینی دفاع کرده و این حملات اسرائیل رو محکوم کرده بوده و حالا پدرش با انتشار این ویدیو گفته که دخترم من رو ناامید کرده، گفته آنجلینا هیچ درکی از خدا نداره. باز دوباره یه خبر دیگه مرتبط به همین جنگ فلسطین و اسرائیل مربوط میشه به یه شایعه‌ای که یهو تو اینترنت پخش شد مربوط به آناد آرمس و گلگدوت که میگفتن آناد آرمس گلگدوت رو توی اینستاگرام آنفالو کرده چون گلگدوت برای جنگ اعزام شده اسرائیل. یعنی تک تک جمله‌های خبر دروغه. گلگدوت 3 بچه داره، یکی از بچه‌هاش 1.5 سالشه، سال‌هاست اصلا تو آمریکا زندگی می‌کنه، هیچ جایی هم نرفته. عکسی هم که چند وقت قبل ازش منتشر شد تو اینترنت مال سال 2006 زمانی که این بازیگر رفته بود سربازی، چون تو اسرائیل سربازی اجباریه، خانوما هم باید برن سربازیشون، هم 24 ماه برای خانوما 32 ماه برای آقایونه. قضیه فالو و آنفالو کردن تو اینستاگرام هم کلا از این قراره که آنادی آرمز هیچ وقت گلگدوت رو تو اینستاگرام فالو نکرده بود که حالا بخواد آنفالوش کنه. اما چند تا خبر هم بگیم از پروژه‌های جدیدی که قراره ساخته بشن و دیگه بعدش بریم سراغ اخبار سم. اولیش مخصوص کسایی که به بازی‌های کامپیوتری علاقه دارن. قراره یه فیلم از سری بازی‌های لژند آف زلدا ساخته بشه. این بازی برای شرکت بازی‌سازی نینتندو و حالا قراره با همکاری سونی این فیلم رو بسازن. کارگردان فیلم‌های میز رانر کارگردان این فیلم جدیدم هستش. خود این کارگردان 13 سال پیش اومده بود توییت زده بود، گفته بودش که من که هیچ وقت شانس کارگردانی این
فیلمو ندارم، ولی بهتون قول میدم فیلم بعدی که شبیه به آواتار میشه همین این فیلمه که حالا بعد 13 سال به عنوان کارگردان انتخاب شده. تو هفته گذشتم طرفداران این سری بازی ها این درخواست داشتن که هانتر شیفر در نقش پرنسس زلدا بازی بکنه که مورد استقبالم قرار گرفته بود توی شبکه‌های اجتماعی. خبر بعدی مربوط میشه به شرک 5 که تو هفته گذشته به طور اتفاقی یکی از کارکنان NBC یونیورسال تصادفاً تاریخ اکران شرک 5 رو لو داد و گفتش که تو سال 2025 قرار منتشر بشه. البته پستش رو چند دقیقه بعد پاک کرد ولی دیگه کار از کار گذشته بود. گفته میشه که صداپیشه‌های قسمت‌های قبلی مثل کامرون دیاز و بقیه توی این قسمت هم حضور دارن. یه خبرم بگیم از سریال د بویز که خیلی سریال پرطرفداریه، قرار فصل 4 این سریال زمستون همین امسال منتشر بشه و داستان سریال هم دقیقاً چند روز پس از وقایع قسمت آخر سریال جنوی رخ میده. گفتن که بیشتر تدوین سریال انجام شده و الان درگیر ساخت موسیقی مت هم تو جلوه های ویژش هستن و گفتن که بازاریابی سریال به زودی شروع میشه و تاریخ دقیقش رو اعلام میکنه. اما بریم سراغ اخبار سمی. سم اول مربوط میشه به ساخته شدن فیلم باربنهایمر. فیلمش ترکیبی از باربی و اوپنهایمره. 1 میلیون دلار هم بودجه داره. داستانش در تو یه عروسک باربیه که دانشمنده و داره یه دونه بمب اتم میسازه تا نسل بشر رو از روی زمین محو کنه. سم بعدی مربوط میشه به امیلی همشر، بازیگر سریال 12 مانکیز. چند وقت پیش همین هالووین بود دیگه. این بازیگرم لباسی که برای خودش و دوست پسرش انتخاب کرده بود، گریم امبرهرد و جانی دپ بود. بعد حالا خیلی جالب بود، اومده بود اون مدفوع امبرهرد هم به عنوان دستبند بسته بود به دستش. و تمام مدت توی اون مهمونی هم گریه‌های امبرهرد توی دادگاه رو تقلید می‌کردش. این کارو که کردش، چند تا صفحه فمینیستی توی توییتر و اینستا به این بازیگر حمله کردن و گفتن خشونت خانگی بر علیه یک زن نباید باعث خنده و شوخی بشه. انقدر فشارها زیاد بودش که این بازیگر در نهایت مجبور به عذرخواهی شد و پستاشو پاک کرد. اما سم آخر سم اصلیه. تو هفته گذشته اعلام شدش که آکشی کومار پرکارترین بازیگر حال حاضر دنیاست. الان چند وقته که به طور میانگین 6 تا فیلم در سال داره منتشر میکنه و همین الان 17 پروژه در دست ساخت داره. 56 سالش هم هست، هیکلش عضلانیه، توی فیلماش هم از این اکشن ها و بزن بزنهای عجیب فیلمای هندی رو داره. اما حالا سمش کجاست؟ سمش اینجاست که ازش پرسیدن که آقا شما رمز موفقیت جوانیتون تو چیه؟ اگه فکر کردید میخواد بگه که ورزش میکنم سیگار نمیکشم، نه کور خوندید. گفته که فقط یک عادت باعث شده که من جوان بمونم، اونم به خاطر اینه که هر روز صبح ناشتا یه لیوان ادرار گاو میزنم تو رگ. همین تنها راز جوانی و سرحالی منه. خب دوستان، اینم از ویدیو امروز. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید یادتون نره که لایکش کنید و تا هفته بعدی خدا نگهدار.